صادرات روزانه نفت ایران در نیمه نخست ماه آوریل به پایین ترین میزان خود در سال جدید میلادی رسید. این در حالی است که آمریکا در نظر دارد صادرات نفت ایران کاملا متوقف شود و اعلام کرده که معافیت شش ماهه خریداران نفت ایران را که در 11 اردیبهشت به پایان میرسد تمدید نخواهد کرد. گزارشی در این باره رویترز گزارش داده که در ماه آوریل میزان صادرات نفت ایران به کمتر از روزی یک میلیون بشکه رسیده است بر اساس گزارش های موجود میزان صادرات نفت ایران در ماه آوریل سال 2018 میلادی 2.5 میلیون بشکه در روز بود ایالات متحده ای آمریکا معافیت را برای برخی کشورها از تحریم خرید نفت ایران در نظر گرفته است این معافیت ها به منظور جلوگیری از ورود شوک به بازار نفت انجام شده است رویترز به نقل از منابع هندی گزارش داده که چهار پالشگاه هندی با عقد قراردادهای سالانه با عراق و کشورهای غیر عضو اوپک از, از جمله آمریکا حجم سفارشات نفتی خود را به منظور جبران کاهش خرید نفت ایران افزایش دادند. دولت آمریکا مصمم است که میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مورد تحریم‌ها و تاثیر آن در بازار انرژی گفته است. پیش بینی بازار 2019 میلادی نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا بیشتر خواهد بود و به ما فرصت مناسبی میدهد تا به هدفمان یعنی رساندن صادرات نفت ایران به صفر برسیم. دیوید پیمان اخیرا در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا تاکید کرده بود که 20 کشور خواستار نفت ایران از این تحریم ها معاف نشدند و در نتیجه واردات نفت از ایران را متوقف کردند. معافیت های بسیار محدود به کشورهایی داده شد که تواناییشان برای قطع واردات بخش قابل ملاحظه نفت از ایران را به اثبات رساندند. به علاوه این کشورها برای به صفر رساندن وارداتشان تا ماه نوامبر با مشکلاتی روبرو بودند اما انتظار ما این است که تمام کشورها در اسرع وقت این واردات را کاملا متوقف کنند صادرات نفت ایران در حالی به روند کاهشی خود طی ماهای گذشته ادامه داده که دولت ایران در بودجه سال 98 شمسی صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته است یگانه ارسپاران صدای آمریکا